اسمی تعالی. تو این ویدیو سرگذشت افرادی را خواهید شنید که قلبشان از حرکت ایستاد و واقعا مردند، سپس روحشان از بدنشان جدا شد و برای دقایقی به دنیای پس از مرگ رفت. در آنجا چیزهایی دیدند و شنیدند که حتی تصورش هم از فکر و ذهن زمینی ما خارج است. بعد که به دنیای زمینی بازگشتند، دیگه هیچ وقت اون آدم سابق نشدند. در این ویدیو نگاهی میکنیم به اون لحظات پس از مرگ. قبل از شروع ویدیو کانال رو سابسکرایب کنید و لایک هم بزنید. در ادامه با کانال زیگورات همراه باشید. از دیگر تجربیاتی که در بیمارستان مشاهده کردم، هجوم موجودات وحشتناکی بود که مانند حشرات عظیم الجثه یا حیوانات درنده مثل گرگ و کفتار بودند. آنها کل محوطه اورژانس و یا آی سی یو را پر می کردند. بیمارانی که مانند من در کما بودند، آنها را می دیدند و از وحشت چشمانشان از حدقه بیرون زده بود. آنها به این موجودات خیره شده بودند، اما کادر پزشکی و دیگر بیماران این موجودات را نمی دیدند. این حیوانات به هر بیماری که به حالت کما می رفت و یا در حال مرگ بود حمله می کردند و نمی گذاشتند لحظات آخر را توجه و تمرکز داشته و به یاد خداوند متعال باشد. آنجا بود که فهمیدم اینها شیاطینی هستند که هر بار به گونه‌ای به سراغ بیماران می آیند. در بیمارستان تقریبا هر روز بیماری از دنیا می رفت. من دیدم که این حیوانات به چه دلیلی اینجا هستند. کار آنها مربوط به لحظات مرگ انسان ها می شد. این شیاطین با روش های مختلف مانع از این می شدند که بیمار در حال مرگ با ایمان از دنیا برود. آنها به دنبال نقطه ضعف انسان و یا دلبستگی های دنیایی او می رفتند و از همین اهرم استفاده می کردند تا انسان را در لحظات مرگ از خدا غافل کنند. از طرفی شاهد بودم که ملائک الهی نیز در آن لحظات حساس به انسانها کمک می کردند. اما اینکه آن بیمار با ایمان یا بدون ایمان از دنیا برود بستگی به شرایطی دارد که در طول زندگی برای خودش رقم زده. کسی که در طول عمر خود نافرمانی خدا و اطاعت از شیطان را پیشه کرده، بعید است در آن شرایط نجات پیدا کند مگر اینکه خداوند عنایت کند. در یکی از شب‌ها که روحم آزاد بود، بار دیگر ملک الموت را دیدم. از دور نگاه می‌کردم که کجا می‌روند. برایم مهم بود که چه اتفاقی رخ خواهد داد. البته اینقدر وجود نورانی و مهربانی داشتند که دوست داشتم به سراغ من می‌آمدند و یک بار دیگر چهره پرمحبت ایشان را مشاهده می کردم. اما دیدم که ظاهرم برای همه اینقدر مهربان نیستند. با برخی نیز با خشونت برخورد کرده و هیچ گونه مهر و محبتی ندارند. من دیدم که ایشان به یکی از اتاقهای بیمارستان رفتند که در بخش دیگری بود و از اتاق من خیلی فاصله داشت. پیر مردی در حال جان دادن بود. شیاطین با انواع و اقسام حیله ها دورش را گرفته بودند. برخی شبیه حیوانات ترسناک و حتی برخی از شیاطین شبیه زنان نیمه برهنه بالای سر او به اشوگری می پرداختند. این پیر مرد که ظاهراً در زندگی خود رابطه‌ای با معنویات نداشت، هرچه می خواست خدا را صدا بزند نشد. از دیدن آن چهره ها وحشت کرد و دست آخر نتوانست توبه یا استغفاری انجام دهد. او به طرز بدی از دنیا رفت. این را از نحوه انتقال روح او فهمیدم. بعد از آن هم چندین بار این موجودات را دیدم که وارد بیمارستان شدند. همان لحظه می فهمیدم کسی در حال انتقال به برزخ است. یکی از مطالب عجیبی که در آن روزها و در خروج روح از بدن شاهد بودم، درک باطن تمامی افرادی بود که آنها را مشاهده می کردم. آن هم نه فقط باطن معمولی انسان. من حتی افکار، عقاید، اجداد و نسب، حتی سرنوشت او را می فهمیدم. یعنی به هر کسی نظر می کردم نه تنها باطن و فکر و نیت او، بلکه اتفاقاتی که از لحظه تولد تا مرگ او می خواهد رخ دهد را متوجه می شدم.
نه تنها تا لحظه مرگ که تا می دیدم چه کسانی در صحرای محشر گرفتارند. البته این را تأکید کنم که خداوند فرصت توبه و بازگشت را از هیچ کس نگرفته، یعنی انسان می تواند با اختیاری که خداوند به او داده سرنوشت خودش را تغییر دهد. وقتی انسان در حال احتضار قرار می گیرد، شیطان با یاران خود بر بالین او حاضر می شوند و تلاش می کنند تا با روش های مختلف ایمان او را گرفته و آن را از چنگش بیرون آورند، و این سخت در این حالت برای هر محتضری است. از امام صادق نقل شده است: هیچ انسانی نیست مگر اینکه در هنگام مرگ شیطان یکی از مأمورین خود را نزد او حاضر می کند تا وی را وسوسه کند و در دینش به شک اندازد و او را به کفر بکشاند. این وسوسه ادامه دارد تا اینکه روح از بدن او خارج شود. اگر محتضر از مؤمنان حقیقی باشد، شیطان نمی تواند بر او غالب شود و دین و ایمانش را بگیرد. پس هرگاه یکی از شما بر بالین شخصی از کسان خود رفتید که مرگش فرا رسیده است، شهادتین را به او تلقین کنید تا شیطان به او دست نیابد.